سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که صحتمند و سرحال باشید. لطیفه راسخ هستم، در چینل یوتیوب LR English انگلیسی تدریس میکنم با ترجمه فارسی با رویش بسیار ساده و تلفظ کاملا درست. و این چینل را مخصوص برای او عده دوستایی که مخصوصا مهاجرین عزیزی که با انگلیسی مشکل می داشته باشد، در شفاخانه میره یا بازار خرید میکنه یا هر آن مشکل در قسمت گفتگو و محاوره، این چینل مختص برای از او عزیزای ما هست که میتونه به این چینل بپیونده و مشکلات های خود حل کنه. من در این چینل یوتیوب خود گرامر تدریس میکنم، محاوره های انگلیسی تدریس میکنم، کلمه ها و لغات روزمره که ما در شفاخانه نیاز داریم یا مثلا در روزانه با او روبرو میشیم، کلا اینا را تدریس میکنم. اگر خواسته باشین میتونین که چینل یوتیوب ما را دیدن کنید و سابسکرایب کنید و به جمع خانواده ما بپیوندید تا که با هم یک جای پیش بریم. خودتان شاید بیشتریایتان بفهمین که من یک چینل یوتیوب دیگری هم دارم به نام خودم از لطیفه راسخ در انگلیسی که در اونجا از فعالیت های روزمره خود در اونجا ویدیو میگذارم که بدور از درس دادن انگلیسی میباشه، ولی این چینل یوتیوب که من به نام LR English جور کردم، خود چینل یوتیوب ما به نام LR English است. این به خاطر از این جور کردم که مخصوص برای مهاجرین عزیزی که مشکل در قسمت مکالمه انگلیسی می داشته باشه است، به خاطر که ما خودم هم یک دختر مهاجر هستم و می فهمم که ما چه مشکلات هایی را در اندونزی دوچار می شیم، دکتر میریم و نیاز به ترجمان داریم، به هیچ پیش ازی بریم بگیم که تو مرا کمک کن، تا چی وقت ما باید خود ما دست به کار شویم یاد بگیریم. اصلا خواهش می کنم که چند دقیقه وقتتان روزانه 10 دقیقه 15 دقیقه یا 5 یا 7 دقیقه تان بگذارین ویدیو را ببینید. ویدیوهای ما زنجیر به زنجیر هستن، به هم وصل هستن. کلا نوشته کدوم درس اول، درس دوم، درس سوم، رقمی طبقه به طبقه ما پیش رفتیم. اگر شما یک درس از اینا را از دست بدین یا نبینین، درس دیگه برای شما فهمیدنش خیلی سخت میباشه. اگر میخواین یاد بگیرین، از ابتدا از همون درس اول شما باید شروع کنین و کل درس ها را باید دنبال کنید، به خاطر که ما از سطح ابتدایی شروع کردم، به خیر امی تاساس و به سطح اعلا با حمایت شما دوستان عزیز پیش میرون. و دوستان عزیز، ما میخوایم که شما حمایت کنید، با هم یک جای پیش بریم و هدف ما ای است که ما به طور داوطلبانه برای شما تدریس کنم از طریق چینل یوتیوب. و ما خودم شخصا، شاید کسی بگه که تو انگلیسی درست بلد نداری، ما یک کمی معلومات مختصر در مورد ازی هم برای شما بیدم. ما از سال دسامبر 2007 است که به این سو ما تدریس میکنم انگلیسی را. ما از سال دسامبر 2007 در پاکستان در کورس های برام اکسفورد و سیگیت تدریس میکدم و بعد از اون افغانستان خود ما کورس داشتیم که من مدیره از کورس بودم به نام چمپیان یا قهرمان دانش، که بعضی ها شاید خبر باشن که شاخه اولش در قلعه نو است 20 متر و شاخه دومش در شهرک 12 امام است. و من مدت 4.5 ماهی که در بگور آزاد زندگی میکردم در JRS برای شاگردان تدریس میکردم، که شاید بعضی دوستای شاگردان مرا ببینم، تدریس میکردم داوطلبانه. و از وقتی که در شهر باتم آمدم، 6 سال میشه که در باتم هستم، اینم اینجا برای مردم انگلیسی رایگان به طور داوطلبانه و به رضایت خداوند پاک انگلیسی تدریس میکنم و ترجمانی میکنم برایشان. بعدم روی خود فکر کردم که این یک ایده خوب است که من چیز را که میفهمم از طریق چینل یوتیوب برای دوستا هم پیش کنم. اونا شاید بعضی هایی که دسترسی ندارن، اونا میتونن که از طریق هم مشکلاتشان را حل کنن. امیدوار هستم که برای شما مستفید باشه و خوشحال میشم که شما با ما یک جای بپیوندید. دیگه ما زیاد وقتتان نمیگیرم، یک ویدیوی دیگه همچنان که از درس خود برای شما میمانم، شما میتونن ببینین که او ویدیو را اگر خوشتان آمد طریق تدریس ما، میتونین که چینل یوتیوب را سابسکرایب کنید. جهان سپاس، منتظر حمایت های گرم شما دوستان عزیز می باشم. دوستان عزیز، من امروز قسمی که می بینید لباسی که در بالایش نوشته است والنتیر پوشیدم. ای به خاطر ازی پوشیدم که من چنل یوتیوب خودم والنتیر، یعنی به طور داوطلبانه برای مهاجرین و عزیزانی که به لسان زبان انگلیسی، به لغات و گرامرها مشکل داره، به طور داوطلبانه برایشون از طریق چنل یوتیوب درس بدم. خب دوست عزیز، بریم طرف درس. درس امروزی ما بسیار گرامر ساده و آسان اما بسیار مهم است. گرامر امروزی ما به نام پریدیکیت هست. پریدیکیت چی رقم خوانده میشه؟ پریدیکیت. پریدیکیت در فارسی میشه محمول یا خبر.
محمول یا خبر. پریدیکت ما میگه محمول یا خبر. تعریف از چی است؟ Rest of the sentence without subject is called predicate. Rest of the sentence without subject is called predicate. Rest باقی مانده. Of the as sentence جمله. Without بدون subject فاعل is as called یاد می شود. Predicate محمول یا خبر. Rest of the sentence without subject is called predicate. باقی مانده جمله بدون فاعل به نام محمول یاد می شود. خب دوستای عزیز، ما خواندیم که خبر یا محمول در تعریف فارسیش است که باقی مانده جمله بدون فاعل به نام محمول یا خبر یاد می شود. یعنی که ما در جمله خود فاعل داریم، فعل داریم، مفعول داریم، ابجکت داریم، کامپلیمنت داریم یا تکمیل کننده داریم. ما فقط فاعلش را میگیریم، باقی مانده جمله هر چی که هست را میگذاریم و اونمو میشه به نام محمول یا خبر. شاید گیج کننده باشد برایتان، اما اگر مثال را بخوانیم بهتر میفهمیم. بریم طرف مثال. خب مثلا ما مثال داریم که سکینه loves to dance a lot. سکینه loves to dance a lot. سکینه دوست داره که زیاد برقصه. پس سکینه چی شد؟ سبجکت. لفظ چی شد؟ شکل اول فعل. دنس اوبجکت کامپلیمنت چی شد؟ تکمیل کننده، که در درس قبلی ما خوانده بودیم که تکمیل کننده در آخر جمله بعد از مفعول میاد. این حالا تکمیل کننده بعد از مفعول آمده که جمله ما را تکمیل کرده. خب اینا نه، ده اینجا پریدیکیت کدام است؟ محمول کدام است؟ درس ما خب پریدیکیت است، کل چیز داریم، سبجکت داریم، فعل داریم، ابجکت داریم، کامپلیمنت داریم، محمول نداریم، پریدیکیت نداریم. بله دوستای عزیز، ما گفتیم که بدون سبجکت، سبجکت نمیگیریم. باقی مانده جمله هر چی بادا، هر چی که بود، کلن به نام پریدیکیت یاد میشه. یعنی اینمی کل پریدیکیت شد. یعنی به جز سبجکت، فعل، مفعول و کامپلیمنت، هر چی در جمله است کلن به نام پریدیکیت یاد میشه. جمله دومی ما اینه، کلش به نام پریدیکیت. جمله دومی، We study our lessons for exam. We study our lessons for exam. ما درس خدا برای امتحان بخوانیم. Lessons درس، exam امتحان، study خواندن. Which is دوستای عزیز؟ We میشه subject. Study شکل اول فعل. Our lessons object. و for exam چی میشه؟ Compliment. پس اینالی ما گفتیم بغیر subject، subject نمیگیریم. بغیر subject باقی مانده جمله ما کلش میشه چی؟ محمول یا predicate. به همین سادگی شد محمول یا predicate. جمله آخر، They invite us in a party tonight. Invite دعوت کردن. They invite us in a party tonight. اونا امشب ما را به یک پارتی یا به یک محفل دعوت کرده است. خب ده اینجا ده چی شد؟ سبجکت شد نه؟ پس ما بجز سبجکت باقی مانده جمله هر چی که هست تا آخر را چی نوشته میکنیم؟ پردیکت نوشته میکنیم. به خاطر که ما گفتیم که بجز سبجکت باقی مانده جمله کلن پردیکت است. یعنی فقط سبجکت رو در نظر نمیگیریم. باقی مانده جمله هر چی هست اونمو پردیکت میشه. به همین سادگی. دوست عزیز، پردیکت دوباره میگم که باقی مانده جمله به جز فاعل کلش پردیکت میشه. یعنی در یک جمله ما فاعل رو میگیریم، سبجکت آی وی یو دی هی شی ایت یا مثلا نام یگان کس، علی، محمود، حسن، لطیفه، مثلا احمد، هر چی که هست، این را یک طرف میمانیم، باقی مانده جمله کلش میشه پردیکت. این بود درس امروزی ما. امیدوارستم دوستای عزیز از این درس آسان یاد گرفته باشین و یادتان را که نظریات خیش را در قسمت کامنت با ما شریک بسازید. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم. بدرود.